خب صیادی که با کمند به صید ماهی می رود دست خالی به خانه بر می گرد. عرض ادب دارم خدمت شما امیران عزیز و ارجمندم، حتما به خاطرتون هست که بار گذشته دیداری داشتیم با کی؟ با شخصیت نازنین و فرزانه سینما ایران، یکی از روشنفکران محورین ما که واقعا سهم عمده ای داشته، بی چشم داشت و همیشه در سکوت و خودش به تنهایی سعی میکرده کارهای اساسی انجام بده، بهمن مقصودلو. بهمن مقصودلو سال هاست که ساکن نیویورک و داریم خاطرات او رو مرور میکنیم. ما رو میبره به گذشته، بار قبل درباره فیلم علف و کتاب علف با هم صحبت کردیم، فیلمی که توسط سه شخصیت ماجراجو عرصه آمریکایی در ایل بختیاری تهیه شد و ما همه با سپاسگزار بشیم از کمال آتاتورک که اجازه نداد که اونها در ترکیه کار فیلمداری خودشون رو انجام بدن و در نتیجه اینها بالاخره راهی ایران شدن با کمک همکاران لارنس عربستان، یک فیلم ماندگار درست کردن از کوچه بختیاری. بهمن مقصودلو عزیزم مجددا درود بر شما. درود بر آقای میبودی دوست عزیزم، سلام به بینندگان تلویزیون ایران فردا. چقدر خوب شد که معرفی آقای مقصودلو با علف شروع شد، یعنی با کتاب و ترجمه علف، همینجور فیلم علف که بخشایی دیدید، امروز هم همینطور. و اجازه از آقای مقصودلو بپرسم، آقای مقصودلو در کدام محله به دنیا آمدید؟ تهران. من در گرگان متولد شدم آقای میبودی، ولی در تهران بزرگ شدم. در چند سال در گرگان بودی؟ چند ساله بودم، مثلا 3-4 ساله بودم که در تهران منزل خریدیم و در محله شاپور مختاری، اون موقع خیلی جای مهم تهران بود. عشق به سینما از کجا شروع شد؟ جان عشق به سینما از کجا؟ عشق سینما از همونجا شروع شد. من از بچگی یک سینمایی بود نزدیک منزل ما در چهارراه مختاری به نام سینما کشور. خب این دوتا برادر بودن که صاحب اینجا بودن، رفیقای دایی من بودن. دایی من دایی بزرگم مهندس بود، بله، آدم تحصیل کرده ای بود و با اینا دوست بود از جوانی و من و برادر بزرگم همیشه بیژن میرفتیم این سینما و ما اون فیلمای صامت قدیمی رو میدیدیم. دائم سینما بودیم، جایزمون سینما بود و بعد من میمدم خونه با حرارت تعریف میکردم سریال ها، فریدون بینوا، یک کسوار، غیره غیره. و من سینما خیلی دوست داشتم از هم واقعا بچگی، یعنی 6-7-5-6 سالگی، 7 سالگی هم تو بیا سن که میمد بالا. و من یک چیز دیگری که غیر از سینما دوست داشتم آقای میبادی، من سیاست و هنر و فرهنگ و به طور کلی از بچگی دوست داشتم و از همون کلاس اول که من شاید 5 سالگی من رفتم، 5 سال و نیم منو گذاشتن یک مدرسه همون چهارراه دقیقی، من درس میخوندم 4 سال خوندیم بعد اومدیم یوسف آباد، من روزنامه ها رو هر شب میخوندم. پدر منم یه آدم فرهنگی بود، خب پدرم نوه عاشق حسین استرابادی بود، وکیل دوره 3 و 4 از استراباد و گرگان که بهش میگفتن بلشویک چون ضد انگلیسی بود. خیلی آدم مبارزی بود، فرهیخته بود. پدر منم خیلی سیاسی بود، مسائل دنیا رو با رادیو داشتیم گوش میکرد، تعقیب میکرد، روزنامه ها و مجلات در منزل بود و من همه اینا رو میخوندم، یعنی درس خودم که میخوندم این روزنامه ها و مجله ها، خب سینما رو بیشتر میخوندم ولی میفهمیدم که مملکت دسته کیه، پاتریس لومونبا کیه، این کیه، همه اینا رو من میخوندم و پدرم میشنیدم. خیلی به فرهنگ و هنر علاقه داشتم، سینما محور مرکزش. و سینماگران سرشناس ایرانی اون زمان کیا بودن؟ یادتون هست هیچ به خاطرتون؟ اون موقع آدمایی که بودن، این الان برمیگرده به همین دیگه، چرا دهه 30 میشه دیگه. آها. اون موقع ما مثلا که فیلم میرفتیم، فیلم های خیلی کم فارسی میمد اون موقع، فارسی یعنی به اون صورت. ما که بچه بودیم من زیاد فیلم فارسی نمیدیدم، یادمه همیشه میرفتم سینما کشور یا میمدیم سینما میهن چهارراه
حسن آباد، بعضی وقتا میمدیم لاله‌زار، بعضی وقتا با برادر بزرگم البته من میآوردم و فیلم‌های دیگه هم می‌دیدیم، رکس سینما رکس میمدیم تو لاله‌زار، متروپول، فیلم‌های خارجی. فیلم ایرانی من کم میدیدم، یادمه که از بچگی خیلی فیلم ایرانی کم میدیدم، ولی هنرفشاها و اسماشون رو میدونستم، میخوندم، ولی زیاد رابطه‌ای با سینمای ایران من در کودکی نداشتم. بابا جان همیشه آرزو داشتی که سینمای ایران رو در یک جایگاه مناسب در سطح جهان ببینی؟ میخوام ببینم که واقعا این چیزهایی که راجع به سینما ایران گفته میشه مبالغه است یا واقعیه، یعنی میشه امروز به سینما ایران بالید؟ بله، ببینید ما در دهه 70 هم میتوانستیم به سینمای ایران ببالیم، ولی اشتباهی که میشه هر چیزی رو با زمان خودش باید نگاه کرد و سنجش کرد. در دهه 70 سینمای جهان در اوج بود و نگاهی به سینمای ایران نمیخواست داشته باشه و نداشت، ولی ما تعدادی سینماگر داشتیم در دهه 70 که اینها چندین جوایز بزرگ دنیا رو کشف کردند، مثل پرویز کیمیاوی، مثل شهید سالس که جوایز بزرگی که در فستیوال برلین در اون موقع کشف کرد، مثل فستیوال های کن الان و اسکار های الان. یعنی هر چیزی در رابطه شما باید نگاه بکنیم و سنجش کنیم، نگیم یه الان مهمه، نه، اون موقع ما اون آدم ها رو داشتیم، سینمای بسیار محکم سنجیده هنری در دهه 70 در ایران بود که الان هم مثل فیلم های بزرگ دن یا پایوری، یعنی میتونیم مقایسش کنیم با فیلم های خوب دنیا. یه فیلم مثل گزارش کیارستمی در 1977 یا فیلم مثل طبیعت بیجان آقای سهراب شهید سالس در 1974، همینطور من میتونم مثال بزنم، اینها فیلم های برجسته هستند. فیلم گاو، مرجوی، اینها فیلم هایی هستند که همین الان هم بعد از 40 سال خیلی بالا میستن، بسیار محکمن، تحسین میشن. چیز کمی از فیلم کیارستمی از کن لوچ نداره، از برگمن های اولیه نداره. فیلم شهید سالس هنوز هم طبیعت بیجان یک اثر برجسته جهانیه. پس در شرایط خودش ما داشتیم، ولی اون موقع اصلا مسائل کشورهای جهان سوم یه ساتیا جای مطرح بود از هندوستان، ژاپن هم جای خودشو داشت. درست. اینی که زیاد تحویل نمی، یعنی براشون مهم نبود. بعد که سینما رو نزول خودش افتاد، رو خط نزولی افتاد، سکس و کامپیوتر اومد اون بالا دهه 80 و 90، کشور ایران دهه 90 بعد از انقلاب یک شناسایی بسیار بارزی پیدا کرد. نوبتش رسید که بتونه خودشو نشون بده. چرا؟ بر پایه ادبیات و شعر ما، تصویر بر مبنای شعر بنا شد، یعنی سینمای شعرگونه داستانی قوت گرفت بعد از انقلاب. ببینید آقای میبودی، اگر به سینمای دنیا نگاه کنیم، هر چیزی یک مشخصات کلی داره. در مطالعه کلی سینمای دنیا نشون داده هر کشوری در روی کره زمین که از یک دوچار ساختار سیاسی و اجتماعیش تحول اساسی و کلی کرده، بعد از 8 سال، 10 سال تا 15 سال، یعنی 8 تا 12 سال، یک سینمای نوین درش به وجود میاد. نگاه کنیم به روسیه، انقلاب اکتبر 1917، بعد از 8 سال ما میبینیم آیزنشتاین، رزمناو پوتمکین میاد بیرون و غیره و غیره. نگاه کنیم به سینمای بعد از جنگ، یعنی بعد از جنگ ایتالیا، آلمان، ژاپن، کشورهای آمریکای لاتین بعد از حکومت‌های دیکتاتوری که با نظامی اومدن سر کار. نگاه کنیم به جنگ جهانی دوم، کشورهایی که از ساختار اقتصادی آلمان بعد از جنگ جهانی اولی که ما میبینیم که دوم میبینیم در آلمان در دهه 60 ساختار سینمای نوین آلمان میاد، فاسبیندر میاد، گلوکه میاد، هرتسوک میاد، اواخر 60، اوایل 70. این وقتی ساختار اقتصادی یک کشور خوب میشه تحول اساسی پیدا میکنه، یا ایران
یک تحول اساسی بعد از انقلاب پیدا میکنه. بعد از 10 سال در دهه 90 ما میبینیم که بعد 12 اواخر 80 شروع میشه، از 87 88 به بعد و میاد تا 90 و بعدش هم که میبینیم الان 10 سال اخیر سینما ایران تقریبا مرده. 7-8 سال اخیر چرا؟ ببینید الان ما اون تحول اساسی رو پیدا کردیم بعد از انقلاب. بله. اون زد سینمای ما بیرون، یه عده اومدن. آزادی بود، شعر فاکتورای زیادی بود. اولا سینمای ایران به علت انقلابی که شده بود همه دنیا بهش چشم داشتن، نگاه به این سیلور اسکرین داشتن که من یک مقاله مفصلی در این زمینه دارم در مجله موومنت ایتالیا که آگوست منتشر شد، اینو تجزیه تحلیل کردم که چرا سینما ایران در دهه 90 به دنیا معرفی شد و شکل گرفت، ارزش‌های ادبیش، شعرگونش، عدم وجود سکس، نگاه خارجی ها به ایران از پنجره سینما، 4 میلیون 3 میلیون تبعیدی خواسته یا ناخواسته در دنیا که به دیدن ایران به فستیوال ها میرن، فستیوال ها فیلم میخوان مثل خوراک میخوان، باید بلیت بفروشن، پس سینما ایران سینما رو پر میکنه از تبعیدی ها، پس سینما ایران حتما انتخاب میشه، پشتیبانی میشه. یعنی علت ها یکی دوتا نیستن، فاکتورهای بسیاریه که در این مسائل ما باید بهش نگاه بکنیم. و چندین سینماگران موج اولی که بعد از انقلاب فیلم های بسیار خوبی می سازن و در همون دهه 70 قبل از انقلاب به مدت 10 سال از 68 بگیم مثلا تا 78 پایه های اساسی سینمای بعد از انقلاب رو ریختن. ببینید اسم می برم: امیر نادری، کامران شیردل، کیمیایی، کیمیاوی، فرمان آرا، شهید سالس، کاووسی، حالا که از اولی، گلستان، قفاری که اینا پایه‌های قبلیش بودن، مرجویی، ممکن یه اسمی هم، علی حاتمی، آقای ناصر تقوایی، اینها فیلمایی ساختن در دهه 70 که در دنیا گل کرد. همین آدم‌ها بعد از انقلاب فیلمای اولیه رو ساختن، بعد یک موج جدیدی به اینا اضافه شد، یعنی یک گروه جدیدی. گروه جدید کی بود؟ کسانی بودن که قبل از انقلاب تو هنر بودن، بازیگر بودن، نویسنده بودن، غیره بودن، مثلا آقای ژکان که مادیان رو ساخت در 1987 و همینطور. بعد یک قشر دیگه، یک گروه کمتری اومدن که اینها بعد از انقلاب کار کردن، مثل مخمل باف، مثل مجیدی، همینطور مثل جلیلی، غیره غیره که میتونیم نام ببریم. گروه سوم بودن، به اینا کم کم اضافه شدن، مثل پناهی. و ولی اینا در دهه 90 وقتی موفق شدن، دنیا رو گرفتن، اسکار نامینیت شدیم، همه جوایز دنیا رو گرفتیم، از 2000 به بعد رجوع میکنم به مصاحبه‌ای که با من شد در هالیوود ریپورتر آمریکا در 2001 راجع به سینمای ایران، و من پیش بینی کردم در 2001 به علت رکود اقتصادی، سانسور شدید و محدودیت شدید و به خصوص اینکه دولت کم کم در این دهه سینما رو زیر فشار خود و کنترل خودش، یعنی هنرها رو خواهد گرفت و محدودشون خواهد کرد به خاطر موفقیت‌های دهه 90، ایران سینماش به داونهیل داره میره، یعنی به نزول و تقریبا به حالت ایستا خواهد رسید. این پیشبینی رو من 2001 کردم. شما الان نگاه نکنید یک فیلمی از آقای فرهادی که در ایران یکی در خارج میاد در دنیا موفق میشه. الان 99% کارگردانهایی که مستقل هستند، اون گروه 10-15 نفره کارگردان مستقلی که به هیچ وجه فیلم پروپاگاندا حاضر نیستن بسازن، فیلم های امری حاضر نیستن بسازن، به هیچ وجه حاضر نیستن سازش بکنن، بیکارن، فیلم نمیتونن بسازن و سینمای الان وجود نداره. یعنی یه دست پایی دارن میزنن تا دو مرتبه یک حالت، یک گشایشی در کار پیش بیاد. جالب. خب در همین تصویری که الان دارم از شما میره، پشت سرتون پوستری است، نمیدونم، عکس یک زنه. این مربوط به چه صحنه یه؟ این در 1988
در من اوایل 80 در سینمای یک سینما داشتم، پخش فیلم داشتم در منهتن نیویورک، در نیویورک به نام براد، در برادوی و 57 به نام بامبی تیتر. این تیتر رو من اجاره کرده بودم و فیلم دادم، از جمله یک شب فیلم های ایرانی. جوانی بود دانشجوی سینما به نام قاسم ابراهیمیان و اینجا سینما میخوند در دهه 80، اوایل 80 تا 84 85 و دانشجو بود 84 و یک فیلمی ساخت به نام ویلی، یه فیلم یک ساعته راجع به دانشجو جوان سیاه و سفید، تقریبا مثل فیلم سفر بهرام بیضایی. و این فیلم جایزه اسکار جوانان آمریکا رو گرفت آقای ابراهیمیان. من با این خیلی خوشحال شدم، فیلمشو دیدم، فیلمشو تو سینمای خودم در فستیوال گذاشتم، آوردمش، تشویقش کردم، باش دوست شدم. در 1987 ایشون اومد پیش من گفت من میخوام اولین فیلم سینماییمو بسازم. کمک کردیم این فیلمو ساخت، خودش و خانومش. این خانومم یک آرشیتکت بود به نام پوران سور اسرافیلی و یه آرشیتکت بود، خانم هنرمندی بود و در این فیلم بازی نقش اول داشت. منم آقای قاسم ابراهیمیان تقاضا کرد در این فیلم بازی کنم، منم در این فیلم بازی کردم. این تابلو عکس من هست، اون آقای یه بازیگر دیگه علی عزیزیان و خانم پور اسرافیلی. این فیلم اولین فیلم ایرانیان بود که در ایران ساخته شد. در 1988 در فستیوال کن انتخاب شد در فورتنایت دایرکتور، دو هفته کارگردان ها که من این خانم آقای ابراهیمیان رفتیم و بعد نیویورک تایمز 3 ستاره داد. در آمریکا پخش شد این فیلم، فیلم بسیار موفق و خوبی است، روی دیویدی هم هست به نام خواستگاران. این پوسترشو من تو اتاقم زدم، یادگاره. بله، بزنم به تخته. به هر صحنه از زندگی مقصودو که نگاه بکنید، جوشش، فعالیت، خلاقیت، سفر، تهیه فیلم، حضورت که از که معرفی همش، یعنی یکی از پر جنب و جوشترین دوران جوانی شما در همین زمانی است که سردبیر نشریه سینمایی در ایران هستی. بله؟ بله. چی شد؟ آقای داستان سردبیری من، من نقد فیلم رو شروع کردم نوشتن در ایران در نیمه دوم دهه 60 یا 40 ایران در مجلات مختلف، از جمله صبح امروز، از جمله روشنفکر. روشنفکر من هر هفته نقد فیلم نوشتم. بعد از نوشتن مثلا حدود 6 ماه نقد نوشتن به طور هفتگی، یک روز من یه نقدی دادم مال بونوئل، آقای لوئیس بونوئل که خیلی دوستش داشتم. فیلم تریستاناین در روی سینما بود و من نقد هفتگی رو نوشتم دادم. روز بعد مجله که در اومد، 2-3 روز بعد یادم میاد تیر تابستان، ماه تیر بود، به منزل من ساعت 4 بعد از ظهر زنگ زدن. یه خانم سکرتر مجله بود، گفت آقای مقصودو. گفتم بله. گفت آقای دکتر رحمت الله مصطفوی، صاحب امتیاز و مدیر مجله، میخواد شما رو فردا ببینه. ما به عنوان جوجه نویسنده، جوجه منتقد جوان، من ایشون رو اصلا ندیده بودم. اصلا ما میترسیدیم طبقه دوم بریم آقای مصطفی رو ببینیم. ما سردبیر مجله، خدا روحش روانش رو شاد دارد، آقای الهامی بودن، شاعر بود، نویسنده بود، مرد افتاده‌ای بود، مرد بسیار شریف خوبی بود. بله، من رفتم فردا ساعت 4 اونجا، گفتم میخواد من بیرون کنه، توبیخ کنه، نمیدونم. با ترس و لرز نشستیم تو اتاق انتظار. بعد مثلا نیم ساعت منو خانم راهنمایی کرد به داخل، دیدیم مرد قد بلند اینکیه، خیلی وارسته. البته من صفات ایشون میدونستم، ایشون هدایت شناس بود، لا در حقوق در فرانسه خونده بود، بسیار آدم باسواد، بسیار آدم سطح درجه یک مملکت بود، مترجم بود، نویسنده بود، بسیار مرد فاضلی بود. تا من معرفی کردم نشستم، بدون که اصلا بذاره ورداره حرف دیگه ای بزنه، گفت آقای مقصودلو شما خودتون این نقد نوشتی؟ همینطوری به من نگاه کرد، یعنی خودت نوشتی، بابات ننوشتی، دایید کسی به اسم تو. من جا خوردم، گفتم نه والا من خودم نوشتم. گفتش که این خیلی نقد خوبیه، بونوئل اینجوری نوشتن و سورئالیسم و فلان اینا، این من خیلی خوشم اومد. گفتم والا من حالا که اینو میگید، من یه گله‌ای دارم.
یه ذره قوی شدم. من آدم همیشه اعتماد به نفسم آقای میبودی خیلی قوی بوده از بچگی تا الان، همیشه اعتماد به نفس داشتم، برای اینکه همیشه پله گذاشتم رو پله اومدم بالا و چیز یاد گرفتم، تجربه کردم، هنوزم یاد میگیرم. وقتی حرف میزنم میدونم دارم چی میگم، یعنی بی خودی حرف نمیزنم. بعد گفتم من دو تا پاراگراف کلیدی این نقد من آقای الهامی حذف کرده، برای اینکه مفصل بود و مطلب من الان یه مقدار بدون دلیل شده، یه جاهایش لغ شده، ولی من که نمیتونم به سردبیر بگم هفته دیگه اصلا چاپم نمیکنه. تا اینو گفتم خیلی ناراحت شد، گفت شما دوستم دارید، گروه دارید؟ گفتم بله. گفت تو میتونی سردبیر بشی؟ گفتم سردبیر مجله بشم؟ خیر. گفت نه، مثلا من 4 صفحه 8 صفحه به شما بدم. گفتم من میتونم بشم ولی باید مستقل باشم، یعنی هیچ کسی دست در اون 4 صفحه 8 صفحه من نبره. گفت شما از کی میتونید شروع کنید؟ همینطوری. من یه فکری کردم، گفتم از 2 هفته دیگه، یعنی هفته آینده نه. فوری گوشی رو برداش به آقای الهامی، گفت آقای الهامی از 2 هفته دیگه آقای مقصودلو 4 صفحه از 4 تا 8 صفحه چی میخوان در اختیارشونه، شما هیچ گونه دخالتی نکنید، ایشون سردبیر این 4 صفحه 8 صفحه است. گوشی رو گذاشت، گفت بفرمایید گروهتون تشکیل بدید. من اینو گذاشتم در قلمرو هنر این سفر رو، و از تمام دوستان من میشه آقای میبودی اگه یادت باشه، من آدم اجتماعی بودم، آدم باز بودم، دوست داشتم از بچگی دوست داشته باشم، همیشه بالا میپریدم، همیشه با مسنترها میپریدم، بعد شدم جوانترین سردبیر ایران و اون صفحه چقدر گرفت در روشن فکر و تمام آدم‌های فرهیخته جوان، و حتی اسماعیل خویی در اونجا برنامه داره، اون موقع دانشترها درس میداد، آقای بهنام ناطقی، خویی، بایرامی، منیژه کامیاب، کامران فانی، بهاءالدین خرمشاهی، الان به اون نگاه کنید، هوشنگ طاهری، خیلی آدم‌ها ما در اونجا سال بلو معرفی کردیم، چه کسانی رو ما معرفی کردیم، سینمای نوین، ادبیات نوین، شعر نوین، تئاتر نوین. یادم نمیره یه مطلبی گذاشتم در یکی از شماره‌ها به نام کودکان هنر کودکان ویتنام، ترجمه‌ای بود از بایرامی و منیژه کامیاب از مجله رامپارتس آمریکا، و این نقاشی ها و شعر ها، نقاشی های بچه های ویتنام که جنگ بود اون موقع، اینا کشیده بودن، چنان تکان دهنده بود که روشنفکر توقیف شد یادم میاد اون هفته، ولی آقای مصطفی درش آورد، رو جلدم زده بودن هنر کودکان ویتنام، یادم میاد یه همچین چیزی. بر صورت خیلی گرفت، ولی بلافاصله همین چند ماهی که گذشت ماهانه ستاره سینما به من پیشنهاد کرد برم سردبیر بشم، شدم تسردبیر ماهانه ستاره سینما 1971 و ستاره سینمای مرتضوی. ستاره سینمای مرتضوی ستاره سینمای گالستیان ماهانه داشت. ستاره سینمای اصلی اون دنیای هنر بود، چیز بود، مرتضوی بود هنر و سینما. ستاره سینما 20 سال بود در میمد، از 1030 داشته در میمد، 31 32 و اون الان 50 60، 30 سال بود در میمد. بعد چطوری با سینما ایران کنار می اومدی؟ سینما ایران که زیر تازیانه نقد بود اون موقع، فکر کنم هوشنگ کاووسی اومده بود دیگه، دکتر کاووسی. بله هوشنگ کاووسی بود، اون کاووسی سالها بود، من خیلی ارادت داشتم، باش دوست بودم. در همون ماهانه ستاره سینما، اگر الان ورق بزنید که الان روی وبسایت هست ifc.com، برید تو پابلیکیشن هم اونجا میتونید ورق بزنید ببینید، یعنی ما همه رو اسکن کردیم هست، بیزایی مطلب داره، تمام بزرگان ایران، هوشنگ طاهری، هوشنگ کاووسی، اسماعیل خویی، غلام حسین ساعدی، ایران درودی، عرض کنم کیمیاوی، تهامی نژاد، کامران فانی، تمام، حتی اردشیر محسس کار داره، جز هیئت مدیره آوردمش و بر مبنای مطالب اردشیر محسس طرح میکشید در ماهانه ستاره سینما. ماهانه ستاره سینما، حتی یادم میاد من یه خبری از راجب شما نوشتم که شما از فرنگ اومدید و از آلمان با توشه پربار، یادم نمیره اون صفحه آخر 4-5 تا خبر من نوشتم، یکی شما بودید غیر سینمایی، و
خیلی مجله وزین و خیلی بالانس بود، خیلی متعادل بود، نقد نقاشی داشت، نقد باله داشت، نقد شعر داشت، نقد تلویزیون داشت، نقد فیلم داشت، نگاهی به جشنواره جهانی اول تهران کاووسی و طاهری هر دو نوشته بودن، هوشنگ طاهری پازولینی رو آنالایز کرده بود، تحلیل کرده بود، کاووسی خود فیلم ها رو، بیزایی رگبارش بود، راجب رگبار نوشته بود چگونه ساختم، خیلی شماره پربار چیزی بود، پربار بود. آقای مقصود، واقعا چه جنب و جوشی وجود داشت در جامعه روشنفکر ایران در همه طیف ها، حالا واقعا در واقعا. همه طیف ها همه جا حضور داشتن، همه حق حیات داشتن و به همین لحاظ حالا اگه پیشرفتی هم در سینما حاصل اومده، این ریشش در این همه تلاش مستمر بوده تا به امروز، تا به امروز نسل در نسل واقعا باید از همه سپاسگزار بود. من امیدوارم که بهمن مقصود عزیز ما رو ببره، ما این سیر تحول و تطور در سینمای ایران رو به هم بررسی بکنیم، خاطرات فوق‌العاده دلنشین و لازم دانستنش لازم برای نسل امروز در میهن و وطن ما که اطلاع چندانی واقعا از گذشته و مجموعه فعالیت ها نداره. خب آقای مسعود، یه دوره ای امیدوارم بشه در همین منزل با هم بیشتر صحبت بکنیم، ما دائما اسم شما رو با آنتونی کوئین همزمان میشنیدیم، یعنی دوست شده بودی تو با هم رفت آمد داشتید و خیلی همه ما علاقمند بودیم ببینیم که این دوستی چطور پدید آمده، به چه جهت و با چه انگیزه ای. یکی بیشتر راجع به آنتونی کوئین، چون یکی از محبوب ترین چهره های سینمایی بوده در ایران. آقای میبودی، آنتونی کوئین یکی از چهره های بزرگ دنیاست. شما برید هر کشور دنیا برید، چون آنتونی کوئین یک شخصیت اون کشور رو بازی کرده به نوعی، آنتونی کوئین رو میشناسن. درسته. اولا میدونی که ایشون در مکزیک متولد میشه، اسپانیایی اصل، ولی یک طرف پدرش ایرلندی بوده، مادرش مکزیکی اسپانیایی، و 8 سالگی میاد آمریکا لس آنجلس شروع میکنه به کار، پس اصلا اسپانیشه و اسپانیش ها به این افتخار میکنن تمام دنیا، و میدونی که چقدر در دنیا اسپانیش هست، کشورهای زیاد، آمریکای لاتین غیره غیره. بعد عرب ها رو بازی میکنه، ایتالیایی ها رو بازی میکنه، یونانی ها رو بازی میکنه. من در یه رستوران باش نشسته بودم، خاطرات زیادی هست، من میتونم ساعت ها راجع به آنتونی کوئین صحبت کنم، ولی الان به چند تاش اشاره میکنم. من در یه رستوران، خب همیشه با هم هفتگی، هفته چند بار یه رستوران ویژه بود، ما با هم شام یا نهار میخوردیم، صحبت میکردیم، یه خانم آقای اومدن جلو، اومدن سر میز و گفتن ما یه شرطی بستیم که شما، من میگم یکی یونانیه، خانمم میگه شما اسپانیایی هست، مکزیکی هستید، مثلا آمریکایی هست، شرط بسته بودن، شما کجایی هستید؟ میخوام بگم هیچ کس نمیدونست که این یکی میفکر میگه آمریکاییه، یکی میگه ایشون یونانیه، در صورتی که گری زوربا رو بازی کرده. ولی آنتونی کوئین من نقاش بود، من در یک گالری، یک نمایشگاه در اواخر 80 اوایل 90 رفتم به نمایشگاه دیدمش، رفتم جلو سلام علیک کردم، گفتم من تو کار سینما، من شما رو ستایش میکنم، کارتون رو عاشق شما هستیم، ایرانی هستم، شما در ایرانم اومدی کاروانها بازی کردی و خیلی خوشحالم، افتخار دارم با شما آشنا بشم، همین، من گرفتم فقط همین که 2-3 دقیقه حرف بزنم. این نگاه به من کرد، بعدها به من اینو گفت، گفت من از همون روز اولی که من به تو نگاه کردم و با تو 2-3 کلمه صحبت کردم، از تو خوشم اومد و به تو اعتماد پیدا کردم. خب در همینجا رو داشته باشی؟ بعدها به من گفت. در همینجا رو اول عزیزم. آقای میبودی اینا جان. در همینجا رو داشته باشی؟ دنبال میکنیم؟ پی میگیریم هم بیانانم؟ این گفتگوی جالب رو یادتون باشه که توی کافه هستیم، آنتونی کوئین و آقای بهمن مقصودو. خیلی عبدالله میخواد واقعا، هم چون میدونم که همه شما فیلم های اوریدی، راست میگه، آنتونی کوئین به همه دنیا تعلق داره، در لیبی فیلم ساخته، در یونان ساخته، یه جا در نقش نمیدونم نقش حضرت محمد بود، در نقش یه عرب، خلاصه گانگستر آمریکایی، یک کابوی. خب خدافظی میکنیم.